فصل 11 روزی عیسی در محلی به دعا مشغول بود. وقتی از دعا فراغت یافت، یکی از شاگردان به او گفت: خداوندا، همانطور که یحیی به شاگردان خود یاد داده است، تو هم دعا کردن را به ما یاد بده. عیسی به ایشان فرمود: هر وقت دعا می کنید بگویید: ای پدر، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، نان روزانه ما را هر روز به ما بده و گناهان ما را به ما ببخش، زیرا ما نیز همه کسانی را که به ما بدی کردن می بخشیم و ما را از وسوسه ها دور نگه دار. سپس به ایشان گفت: فرض کنید که یکی از شما دوستی داشته باشد و نیمه شب پیش آن دوست برود و بگوید: ای دوست، 3 قرص نان به من قرض بده، یکی از دوستانم که در سفر بود به خانه من وارد شده است و چیزی ندارم پیش او بگذارم. و او از داخل جواب بدهد: مزاحم من نشو، حالا در قفل شده است و من و بچه هایم به رخت خواب رفته ایم و نمی توانم برخیزم تا چیزی به تو بدهم. بدانید که حتی اگر از روی رفاقت برای او حاضر نکند، همان سماجت او را وادار خواهد کرد که برخیزد و هرچه را دوستش احتیاج دارد به او بدهد. پس به شما میگویم، تقاضا کنید که به شما داده خواهد شد، بجویید که پیدا خواهید کرد، بکوبید که در به روی شما باز خواهد شد، چون هر که بخواهد به دست می آورد و هر که بجوید پیدا می کند و هر که بکوبد در به رویش باز می شود. آیا در میان شما پدری هست که وقتی پسرش از اون ماهی بخواهد به عوض ماهی ماری در دستش بگذارد؟ یا وقتی تخم مرغ بخواهد عقربی به او بدهد؟ پس اگر شما با اینکه جایز الخطا هستید میدانید چگونه چیزهای خوب را به فرزندانتان بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی روح القدس را به آنانی که از او تقاضا میکنند عطا خواهد فرمود. عیسی یک دیو لار را از شخصی بیرون میکرد و وقتی دیو بیرون آمد، مرد لال شروع به حرف زدن کرد و مردم حیرت کردند. اما بعضی ها گفتند او به وسیله بعلزبول رئیس شیاطین دیوها را بیرون می راند. دیگران از راه امتحان از او تقاضای آیتی آسمانی کردند. اما او افکار آنان را درک کرد و فرمود: هر سلطنتی که علیه خودش تقسیم شود رو به خرابی می گذارد و خانواده‌ای که دو دستگی در آن باشد سقوط خواهد کرد. همچنین اگر شیطان علیه خود تفرقه بیندازد، سلطنتش چطور برقرار خواهد ماند؟ باری شما ادعا دارید که من به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون می‌رانم. اگر من به وسیله بعلزبول دیوها را بیرون می‌رانم، یاران خود شما به چه وسیله‌ای آنها را بیرون می‌رانند؟ آنان ادعای شما را تکذیب خواهند کرد. اما اگر با قدرت خداست که من دیوها را بیرون می رانم، یقین بدانید که پادشاهی خدا به شما رسیده است. وقتی مرد زورمندی که کاملا مسلح است از قلعه خود نگهبانی می کند، دارای او در امان است. اما وقتی کسی زورمندتر از او به او حمله کند، او را از پای در می آورد و تیرها و زره ای را که تکیگاه او هستن می برد و داراییش را تاراج می کند. هر که با من نباشد بر ضد من است و هر که با من جمع نکند پراکنده می سازد. وقتی روح ناپاکی از کسی بیرون می آید، در جستجوی استراحتگاهی در بیابانهای بیاب و علف سرگردان می شود. وقتی جایی را پیدا نمی کند می گوید: به منزلی که از آن بیرون آمدم باز می گردم. پس بر می گردد و آن خانه را جارو شده و منظم و مرتب می بیند. او می رود و 7 روح بدتر از خود را جمع می کند و آنها وارد می شوند و مستقر می گردند و در آخر حال روز آن مرد از گذشتهش بدتر می شود. در حالی که عیسی صحبت می کرد، زنی از میان جمعیت با صدای بلند گفت: خوشا به حال آن مادری که تو را زایید و به تو شیر داد.
او متقابلن فرمود خیر، خوشا به حال آن کسانی که کلام خدا را بشنوند و آن را به جا بیاورند. وقتی مردم در اطراف عیسی ازدحام کردند، او به صحبت خود چنین ادامه داد: مردمان این زمانه چقدر شریرند. آنها آیتی می‌خواهند، اما تنها آیتی که به ایشان داده خواهد شد آیت یونس نبی است. چون همانطور که یونس برای مردم نینوا آیتی بود، پسر انسان نیز برای مردم این زمان آیت دیگری خواهد بود. در روز داوری ملکه جنوب با مردم این روزگار زنده خواهد شد و آنان را متهم خواهد ساخت، چون او از آن سر دنیا آمد تا حکمت سلیمان را بشنود و شما بدانید آن که در اینجاست از سلیمان بزرگتر است. مردم نینوا در روز داوری با مردم این روزگار زنده خواهند شد و علیه آنان شهادت خواهند داد، چون مردم نینوا در اثر پیام یونس توبه کردند و آن که در اینجاست از یونس بزرگتر است. هیچ کس چراغ را روشن نمی کند که آن را پنهان کند یا زیر تشت بگذارد، بلکه آن را روی چراغ پایه قرار می دهد تا کسانی که وارد اتاق می شوند نور را ببینند. چراغ بدن تو چشم تو است. وقتی چشمانت سالم هستند تمام وجود تو روشن است، اما وقتی چشمهایت معیوب باشند تو در تاریکی هستی. پس چشمان خود را باز کن، مبادا نوری که داری تاریکی باشد. اگر تمام وجود تو روشن باشد و هیچ قسمت آن در تاریکی نباشد، وجود تو چنان نورانی خواهد بود که گویی چراغی نور خود را بر تو میتاباند. وقتی عیسی به صحبت خود خاتمه داد، یکی از فریسیان او را به صرف غذا دعوت کرد. او وارد شد و نشست. فریسی با تعجب ملاحظه کرد که عیسی قبل از غذا دستای خود را نشست. اما عیسی خداوند به او گفت: ای فریسیان، شما بیرون پیاله و بشقاب را تمیز می کنید، در صورتی که در درون خود چیزی جز حرص و شرارت ندارید. ای احمقا، آیا آن کسی که بیرون را ساخت درون را هم نساخت؟ از آنچه درون ظرف ها دارید خیرات کنید که همش برای شما پاک خواهد شد. وای به حال شما ای فریسیان، شما از نعنا و صداب و انواع ادویه ده یک می دهید، اما از اجرای عدالت و محبت به خدا غافل هستید. اینها چیزهایی است که شما باید بدون غافل ماندن از چیزهای دیگر به عمل آورید. وای به حال شما ای فریسیان، شما صدر مجلس را در کنیساها و سلام و تعارف را در بازارها دوست دارید. وای به حال شما، شما مانند قبرهایی هستید که هیچ نشانه‌ای روی آنها نیست و مردم ندانسته و ناشناخته روی آنها راه می روند. یکی از معلمان شریعت در جواب عیسی گفت: ای استاد، وقتی چنین حرفایی می زنی به ما توهین می شود. عیسی در جواب فرمود: بله ای معلمان شریعت، وای به حال شما نیز، چون بارهای بسیار سنگین بر دوش مردم می گذارید و خودتان یک انگشت هم به آن بار نمی زنید. وای به حال شما که آرامگاه‌های پیامبرانی را که پدران شما کشتن می سازید و به این وسیله اعمال پدرانتان را تأیید می کنید و برانها صحه می گذارید، چون آنان مرتکب آن قتل‌ها شدند و شما اینها را بنا می کنید. این است که حکمت خدا می فرماید برای ایشان پیامبران و رسولان می فرستم، بعضی را می کشن و بعضی را آزار می رسانن. تا مردم این زمانه مجبور شوند جواب خون تمام پیامبرانی را که از اول پیدایش دنیا ریخته شده است بدهند. از خون حابیل گرفته تا خون زکریا که بین قربانگاه و اندرون مقدس معبد هلاک شد. آری بدانید که مردم این روزگار جواب همه آنها را خواهند داد. وای به حال شما ای معلمان شریعت، شما کلید در معرفت را بر می دارید، خودتان وارد نمی شوید و آنانی را هم که می خواهند وارد شوند باز می دارید. وقتی عیسی از آن خانه بیرون رفت، ملایان و فریسیان با خشم و غضب دور او را گرفتند و او را در موضوعات بسیار سوال پیچ نمودند و در کمین بودند
که او را با سخنان خودش به دام بیاندازند.